مردم، خبری‌های عزیز و گرانقدر، هر جای ایران که هستید به کافه کتاب من خوش اومدید. من بهناز قدسی امروز در میدان انقلاب در خدمت شما عزیزان و دوستداران کتاب و کتابخوانی هستم تا با هم سری بزنیم به یار مهربان و ببینیم در کافه کتاب امروز چه کتاب‌هایی رو می‌خوایم مرور کنیم. کامنت هایی از شما عزیزان به من رسیده بود و بر من پیام گذاشته بودین که کتاب هایی رو در باب بهتر زندگی کردن، راه و روش زندگی کردن رو، کتاب هایی که تازه منتشر شده رو براتون انتخاب کنم. سمعن و طاعتا امر شما رو خلاصه اجابت کردم و در گشت و گذار امروزم در بازار کتاب سری زدم به کتاب هایی که در این خصوص هستش و البته کتاب هایی که به گفته کارشناسان کتاب های راهبردی هست و طرفداران بسیار زیادی رو داشته. اولین کتابی که با هم به اون سری میزنیم هنر ظریف رهایی از دغدغه ها نام داره، روشی نو برای خوب زندگی کردن. مارک منسن این کتاب رو نوشته و میلاد بشیری کتاب رو منتشر کرده. در پشت جلد کتاب میخونیم که این کتاب رنج های شما را به ابزار، زخم هایتان را به قدرت و مشکلاتتان را به مشکلاتی معمولی تر تبدیل میکند. این پیشرفتی واقعی است. این کتاب را به چشم راهنمایی برای رنج هایتان بنگرید. راهنمایی برای چگونگی رنج کشیدن آسان‌تر و معنادارتر با شفقت و فروتنی بیشتر. این کتابی است درباره برداشتن قدم‌های سبک‌تر با وجود بارهای سنگین روی دوشتان، درباره آرامش بیشتر در برابر بزرگترین ترس‌های زندگی و خندیدن به اشک‌هایتان در همان حالی که از چشمتان سرازیر است. این کتاب 35,000 تومان قیمت خورده و چاپ 21مش هم هستش و نشر میلکان این کتاب رو منتشر کرده. امیدوارم کتاب رو بخونید و لذت ببرید. هنر ظریف رهایی از دغدغه ها. اما بریم سراغ کتاب بعدی که براتون انتخاب کردم. خیلی کتاب زیاد بودا، برای همین سعی کردم بهترین ها رو که توصیه شده براتون انتخاب کنم. از سر راه خودت کنار برو کتابی هست که چاپ ششمش رو در دست دارم برای معرفی. راهکارهای مفید برای جذب خواسته ها، رسیدن به آرامش، تغییر باورها، غلبه بر افکار منفی و تقویت اعتماد به نفس. این کتاب رو خانم نفیسه معتکف به رشته تحریر در آوردن و انتشارات هو اون رو منتشر کرده. کتابی هستش که براتون بگم چند صفحه هستش. خیلی از صفحات زیاد میترسن، نه زیادم نیست، 251 صفحه کتاب هستش و قیمت 49,000 تومان قیمت خورده. میگه این کتاب به تو انگیزه میدهد که در مسیر زندگی با خدا همگام شوی، ندایش را بشنوی و خود واقعیت را کشف کنی. با دل و جرأت نبگویی، افسردگی و استراب را از بین ببری، حسرت گذشته را نخوری و نگران آینده نباشی. اعتماد به نفس خود را زیاد کنی، در دشواری ها مثبت اندیش باشی، افکار منفی را دور بریزی. کتاب خوبیه برای اونهایی که این روزها فضای مجازی رو پر کردن از پیج هایی پر از ناامیدی، پر از موندن در راه هایی از زندگی که نمیدونن چطور به جلو حرکت کنن. و اما کتاب سوم که براتون آوردم و چاپ دوم اون هستش، نوشته جردن بی پیترسون هستش، کتاب 12 قانون زندگی، نوشدارویی برای بی‌نظمی. این کتاب رو هم خیلی توصیه کردن. این کتاب عنوان پرفروشترین کتاب آمازون و همچنین نیویورک تایمز رو به خودش اختصاص داده. آقای حامد رحمانیان و هادی بهمنی این کتاب رو مشترکاً به فارسی منتشر کردن و براتون از تعداد صفحاتش که بگم، این مقدار تعداد صفحاتش بیشتر، 458 صفحه هست 12 قانون زندگی. و اینکه براتون بگم آقای پیترسون استاد دانشگاه در رشته روانشناسی هستن و کتاب تلفیقی از تجربه و سمینارهایی که بوده و کارهای کلینیکی که انجام داده، این 12 قانون برای زندگی رو به رشته تحریر در آورده. و اما یه سری به این کتاب بزنیم. کتاب برام خیلی جالب بود. از خواستم بینم از چی شروع میشه، کتاب رو با چی شروع کرده. صاف بایستید و شانه هایتان را عقب بدهید. با این عنوان آقای پیترسون کتاب رو شروع میکنه و بذاریم ببینیم کتاب رو با چی تموم میکنه. با این قلم نوری جدیدم
چه میتوانم بکنم. یک نویدی هست برای اینکه اگر این کتاب ها رو بخونید انشاءالله تاثیر بسیار خوب و عالی در زندگیتون خواهد داشت. شک نکنید این کتاب ها برای بسیاری از ما مثمر ثمر خواهد بود و اگر همه اون رو نتونیم تک به تک انجام بدیم، بخشی از این کتاب ها به ما کمک خواهد کرد که از این ایستایی به پویایی برسیم. با سه تا کتاب در باب زندگی، همونطور که گفته بودید و خواسته بودین، در کافه کتاب امروز همراه شما خوبان بودم و امیدوارم این یار مهربان رو بگیرید و بخونید و لذت ببرید و بیشتر هم نشین باشید، به انقلاب سر بزنید و از کتاب های اینجا بخرید و خلاصه در میان خانواده کتابخانی رو بیشتر رواج بدید. تا درودی دیگر، بدرود.